سلام، خیلی خیلی خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم با یه نیم نگاه پی سی یه دیگه که قرار رو پی سی یه بازی کنیم که میدونم خیلیاتون بازی کردیم و خیلیاتون هم دوست داشتیم بازی کنیم یا اصلا دوست داشتیم بازی کنیم، حالا نمی‌کنیم با کال آف دیوتی، ولی امروز می‌خوایم کال آف دیوتی ورلد وار 2 بازی کنیم با میثم که قرار برامون زحمت بکشه بازی کنه. منم سلام می‌کنم، امیدوارم لذت ببریم. امیدوارم که خب میثم چیکار می‌خوای بکنی اول؟ خب این انگار محله دومه. آره محله دومه. فقط میخوای یه دقیقه قبل اینکه بریم تنظیمات دیگه، آره تنظیمات هم نشون بدیم. آره ستینگ، خب گرافیک، آفرین. اما این کارت گرافیکی روی سیستمون هست MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti MSI که دیدین همون رو تصویر. آره همش هم رو های دیگه، همش بالاترین بالاترین. بله بله. حالا شاید شو اجازه میگه زب این آلتو افتن و ضبط اینا که ما میگیم نرسات جی فورسه که میتونین باهاش بازیتون رو ضبط کنین و اگه شما هم دوست داشتین از بازیتون فیلم بگیرین میتونین نرسات ضبط کنین. شورتکاتش هم آلتو افتنه، با آلتو افتن میتونین ضبط کنین و با آلتو افتن هم استاپ کنین. خب بریم تو بازی. باید بعد آروم آروم بریم جلو. آره برعکس بتلفیلد که میتونی بری وسط. نه اینا میشه، ولی دیگه جایی که شلوغه مثلا باید دیگه مراد کنیم. آره اینجا من مشخصیت کیسی که دارم داریم باهاش بازی میکنیم من بهتون بگم. پردازندمون اینتل کور آی 5 6600 3.3 گیگاهرتز 16 گیگ رم رو سیستمونه. دیگه SSD داریم رو سیستمون که خیلی خیلی مهمه برای بازی، برای گیم روی پی سی کلا مهمه SSD دیگه. اینا دیگه ثابت شده است و بذاریم. و دیگه چی داریم؟ و کارت گرافیک رو هم که گفتیم انویدیا جی تیکس 1080 تی MSI. آها پاور داریم پاور گرین جی پی 750 بی که خب دیگه پاوره خودش داستانیه. بعد ببینید این برو خب این جلاره بزنه اون بالا هم هستش. بالا آره دیدمش. دیدم نارنجک انداز، نارنجک یه دیدارم بکنم بزنه. آره بعد از تونل چیز بگیر، تیر بگیری. یه اتفاقی که توی کارت جدید افتاده این همه اسکواداست. مثلا آسمان بهت مدیک پک میده، میتونی الان مثلا سه تا الان کدوم ها میدونی میتونی من نشون بدی. آره دیگه سمت راست نوشته دیگه این الان مثلا ببینی میتونی بری جلوش ازش درخواست جون کنی. الان بهش بگی اینو بزن. آره الان بدید نشون میده مثلا میشه 4 تا جون. ببین میتونی استفاده کنی، میشه تنر بری بهت تیر و مهمات و اینا میده. همین این چیزی که الان داشتیم صحبت میکردیم اتفاقی که تو کال آف دیوتی جدید افتاده و یه مکانیزم جدیدیه تو گیم پلیش که میتونین هم با چند نفر بازی کنین در طول بازی، هم کارهای مختلف بکنین. مثلا یه جای بازی نمیدونم اونایی که بازی کردن میدونن با لباس مبدل نازی‌ها کلا میرین تو بیسشون، اونم مثلا یه مرحله متفاوتی. شما کردینتون پشت این اینا داشتی. آره اون دیدی ما تیم بزنیم. آره آره ما چی کار کرد؟ من اینجوری خوبم آیه شاکی اینجوری میشینم. ممنونم عوض کن به من میگه که فقط اینجوری بشین، اینجوری بشینی از کات میری بیری یه ذره سخته کازمو. ما بررسی کال آف دیوتی ورلد وار 2 رفتیم، یعنی افشین فیروزی رفت که خیلی هم دلمون براش تنگ شده، از همینجا هم بهش سلام میکنیم. بررسی بازی رو رفتیم، نمره 8 من بهش داد. حالا یه سری نقاط قوت و نقاط ضعف هم پیش داشت. مثلا تو نقاط قوتش گفتم روایت داستانی خوب با محور به جنگ جهانی دوم که خب هممون قبول داریم کالا دیوتی واقعا تو جنگ جهانی دوم خیلی به لذت بخش شد. تنوع بالای مراحل بخش داستانی که واقعا هم همینطوره. اگر بازی کنی می‌بینید مثلا گفتم یه جایش مثلا در لباس مبدل نازی می‌بینی حالا تایپ سوالی داره اینا رو داره که دیاد نمیگم. وجود نوآوری های خوب مثل حذف احیای خودکار سلامتی، اینم باز برمیگره به همون مکانیزم جدید اسکواد ها که میبینید ازشون تیم میبینید و دیگه اون حالت قبل رو نداره. بخش زامبی رو سرگرم کننده که یکی پای ثابت کال آف دیوتی شده و صدا گذاری و موسیقی های عالی که اونم خیلی باحاله. چه نمیزنی اینا رو؟ نارنجک ببینید سره که دانشونو بح بح این چپ آره طرف. نقاط ضعف هم داشته. بله نقاط ضعف هم داشته، اینجوری نبوده که مثلا نقاط قوت فقط داشته باشه. بخش چند نفره نه چندان جذاب. بخش چند نفره شاید نمیدونم بازی کردین یا نه،
یه اتفاقی که تو بخش طرفش افتاده اضافه شدن دیویژن هاست که بعد بازی کنیم، مثلا دیویژن ایربورن، دیویژن اینفنتری اگر اشتباه نکنم خیلی وقت پیش و نکته جالبه که تو هر کدوم این دیویژن ها اگه پیش بریم به سمت جلو، مثلا لولتون 50 شه فقط تو همون دیویژن لولتون 50 بعد خب تو بقیه دیویژن لولتون پایین تره. اون وقت ما بررسی بازی کردیم، بازی رو بررسی که بررسی بازی کردیم، خیلی جالبه، بازی رو بررسی کردیم. افشین تو نقاط ضعف گفته بود مشکلات زیاد در اتصال که اینو اشاره کرده بود بهش، حالا مثل اینکه یه مقدار این مشکل رفع شده و با آپدیت هایی که بازی داده یه مقدار بخش آنلاین بازی هم به قول معروف استیبل‌تر شده. گرافیک معمولی هم نقطه ضعف دیگه‌ای بودی که می‌دونیم هممون که انجین بازی همون انجینه، فقط سال به سال یه ذره اپتیمایز میشه. آروم میشه از پشتشون رفت یا نمیشه؟ کجا؟ آب پشت این ارتس نه اونا رو بزن. اونا رو می هر کیو دیدی بزن ببین. چپ تو ببین. اونجا چه نه بسیار. هم مستقیم. از همین دو آها. ناش. بزن. بعد بریم اون ای ای گانر رو بگیریم تا بتونیم کاری کنیم که هواپیماهای ما رو نزنن و ما بتونیم پیشروی کنیم. این اتفاقی که کلا تو این مسیر میفته. جون بگیر ازش، جون بگیر که داره هستی، جون هست، بگیر ازش، هر مدتی بگیر، هر وقت دیدی ازش بگیر. آره تمام میشه. خب چی میخواستم بگم؟ آها بذارید یه دوست کامنت هم بخونم براتون، کامنتی که زیر بررسی های ما گذاشتین و زیر بررسی مثلا کال آف دیوتی کامنت گذاشتین، خیلی خیلی جالب بود. مثلا دوستان اشاره داشتن به بخش چند نفره بازی و اینکه درست اتفاقاتی که توش افتاده باعث شده که حالا از روند تکراری کال آف دیوتی قبلی خارج شد، ولی واقعا چیز جذاب و جدید، چیز جذابی هم نبود. حالا دیویژن ها قدر تاثیر شدن، یه چیز جذاب بازی که بود بیشتر مود وار بود بهش. شما هم تو کامنت ها اشاره کردین مود وار یه چیزی شاید یه اسکیل کوچیک‌تر از اپریشن های بتلفیلد باشه و حالا یه سری چیزای پشت سر همه، یه سری نقطه هاست که پیشروی می‌کنی و دفاع می‌کنی از پیشروی حریف، اونم جذاب. نه خب ما دست نه من هیچ وقت نفهمیدم این چجوریه تیرن هدف گیری چیه، این اینجوری خیلی با خودم فکر کنم نه این که این دایره که اینجوری میشه تو این کادره ببینی اون چیه؟ تو به ما بگی نه یک کامل تو به ما بگی نه ما نمیدونم گرافیکش خوب اتفاق همین هم داشته کامنت هم میخوندن تو ببین گرافیکش خوب اتفاق اینم به شما یا شما روی پی سی های اند بازی میکنی ها دقیقا یعنی ما چون خب بازی رو نسخه کنسولیش بررسی کردیم و نسخه کنسولیش چیزی که افشین دیده بود این بود که گرافیک بازی گرافیک متوسط و معمولیه، نه یه گرافیک که سال 2017 چه بازی های خوب توی سبک اول شخص بودن و خب گرافیک های عجیب اومدن و خب بعد کارویتی جز اون گرافیک بودن. تمومی ندارن نه؟ چرا تموم شد؟ یه فن دیگه بزنی تموم شد. آره تموم شد. گود جاب دانیلز، گود جاب بسام. مرسی خب. خیلی جالبه. کجایی ملان؟ من تانکامون اومدن، هواپیما رو زدیم، ایار رو گرفتیم، هواپیما رو زدیم که هواپیمای اونا تانکای ما رو نزنن. و حالا تانکای ما رسیدن به ما و راندوو شدیم به هم بقول معروف با هم دیگه. اصلا کجا باید بریم آقای؟ ایاری؟ میتونیم بریم بازی کردی اینا؟ میتونیم چند دقیقه داریم؟ ما رو 11 بتونیم بازی کنیم بازم بریم. آره بریم. خب بریم به نقطه‌ای که داریم. سلاح دیگه هم بردارم این دفعه. سلاح بردار. آره. بازوکا بردار. کاتیوشا بردار. اینا که حال نمیده. آها اونها. مهمات. مهمات خیلی مهمه. مهمات از گوجه هم بردار دیگه. گوجه پرت کنیم. بنشونه اعتراض. نمک بزنید بخورید جنگ استراحت هم بخورید. یه چیزی هم بخورید که جون بگیرید قوت بگیرید برید بقیش بجنگید. گوجه بر نداشتی؟ نذاشت. نه چی نذاشت؟ امکانشو نداشت. گوجه های قیر نزا خوش کنید. ادامه بدید. خب از مانیتورمون بگم برات نگم براتون. مانیتورم بذار بگم. ما تو این چند وقته که این آیتم رو داشتیم
هر دفعه یه سری مانیتور آوردیم که بهتون بگیم که کدوم مانیتورها چه جوری ان چه رزولوشنی دارن با چه رفرشریتی بازی ها رو اجرا میکنن و چه ریسپانس تایم میکنن. مانیتور امروزمون مانیتور که به مثلا اپتیکس جی 27 سی خبر اینجا که میبینی رو 27 اینچ کرو حمیده است و رفرش ریت 144 هرتز داره. اینو پی سی بازا میدونن که چقدر فرقشه با 60 هرتز میگم از زمین تا زیر زمین. و تکنولوژی لس بلو لایت هم داره این مانیتور که حالا لس بلو لایت چیه حتما میدونین، اونایی که زیاد با کامپیوتر کار میکنن بازی میکنن یا با گوشی یا اون نور آبی که نور حالا میگم فرابنفش چیه که ساطع میشه از مانیتور، این باعث میشه که اونو کنترل کنه تا چشمای شما کمتر آسیب ببینه. لس بلو لایت تکنولوژی که توی این مانیتور خاطر آره این همون چیزی بود که من میخواستم. تو فکر ملاقش پیدا کرد ماشینگان که تو هر خشابش 75 تا چیز داره. این همینی که میخواست داره. من اینجا میشه استفاده کنی زیاد. بله میشه. بعد تماشا کن ببین تکیدش. بذار من ببینم. تماشا کردن تکیدش خیلی مهمه. خیلی از شما فراموش میکنید. شما نارنجک پرتاب میکنید میرین. نه نارنجک پرتاب میکنید فقط میسین نگاه کنید چی میشه. اینجا که قشنگ نیست که نانچه که بندازیم بریم. منم عادت دارم که هی از تو بطرفیت هی عوض کنم ریلود کنم. به به بچه ها پیشتری دارم برو کن پیشتری. خب اینجا شما باید چیکار کنی؟ پوش فوروارد بعد بری جلو. آره 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 پشت تانک ها پناه بگیر و برو کن اما چی داریم بگیم دیگه؟ روژه بازی بخش نقاط قوت و مکشن که گفتیم کیس بودم که گفتیم بهتون یه چیزی که اتفاقی خیلی خوبی افتاد این که بازی واقعا خفن اجرا میشه روی این کارت گرافیک. یعنی تازه این کارت گرافیک هیچ کسی از توانش رو داره استفاده میکنه. رویاییه واقعا رویاییه. تو کسی از توانش استفاده میکنه برای اینکه یه همچین گرافیکی رو بیه حالا نرم 150 فریم خروجی بده. فضا اینا شو آقا عادت چیزه چه دردی جوونای ما داره واقعا این چه مشکلی جوونای ما دارن. من شما تو بتلفیلد باید عوض کنم. تو بتلفیلد باید عوض کنم. من شما هستم آقا بچه که خونه تو دارم من تماشا 75 تیر جوونای ما من نمیدونم چه عادت بدیه 75 تیر جام میشه 15 تاشو میزنه شو ریلود میکنه. بزن 60 تا بقیه شام تا این ریلود کنی بقیه رو عادت بدی ها تو جوانه من میبینم تو گیمره امروزی من میبینم. نه گیمره امروزی من شما نیستی ولی شما زشت همونو میگم دیگه شما زشت واقعا جالبه برام. شما 100 ساعت بتلفیلد با بازی کردی 165 ساعت مثلا فکر کنم 50 ساعت آرمز بازی کرده 100 ساعت زلدا بازی کرده زشت شما 135 ساعت زلدا الان حواله که من میگم 57 ساعت اورواچ من ولی فقط فالات بازی کردم. فالات عالیه. اوه عادته ببین بعد همیشه آماده باشی. عادته دیگه. ولی که بتلفیلد دقیقاً شما همین کارو می‌کنی. آخه تو بتلفیلد آنلاین اونایی که بازی کردن می‌دونن شما الان هم پر کن. الان هم پر کن. حالا 23 تام 23 تا شش. الان خوب. من خودم طول می‌کشه. من فقط تو بتلفیلد آنلاین اینجوری ام. مثلا من 7 تیر اسنایپ دادم من یه صحنه دیدم از آرش تو بتلفیلد. تو چی می‌ذارم پر می‌کنم این اشکاله. ولی با ماشینگان این کار نمی‌کنم. اسنایپر برداشته بود رفته بود وسط میدون عین سافور اونو میخوام یه روزی بزنم طرف سرامه کلت در آورده بود تیر خلاص میزد خیلی بده گیرمی بدیه اون خیلی بد شما طرف کم 3-4 هزار تای نازی کشتی من عادتمو دارم حالش منو یادآوری کن این من خستم نمیدونم عادت بدیه 100 بار دارم اونو چون دود کردنش خیلی طول میکشه اون دیگه پر نکن مرسی داشتی پر میکردی. خب میخواید خداحافظی کنیم یا بریم بازم؟ نمیدونم هر کور چوفه میکنی شما چی میگی؟ شما میگه داره بدیم یا خدافزی؟ این تیر بده برسیم اون بالا بینیم چه خبره بالا. آره. آها ستا دیس آها ستا رم شما بعد دیستروی کنید شده یعنی ستا آرتیلری گانه بعد به ستا شما دیستروی کنید وقت نمیشه. آره نمیشه
دمت گرم میسم. عالی بازی کرد میسم. عالی بازی کرد. عادت تجربه هم کم بود. نه بس بگم اولین بارش بود داشت کالا دیوتی ورد وار 2 بازی میکرد. ولی خب عالی بازی کرد واقعا. ما همه چی گفتم میسم. من تو چه چیزی داری بگی راجع به بازی کنی؟ شما همه چی توضیح دادی دیگه. من فقط چیزی که میبینم گرافیک خوبه، گیم پلی گیم پلی خوبه. عالیه و فریم هم که 160 فریم برامون گرفتی، 3-4000 تا نازی هم کشید، دست درد نکنه. مرسی از شما که تماشا کردین و مرسی از میسم عزیز که بازی کرد برامون، کلی خوبم بازی کرد واقعا، و مرسی از شما، مرسی از شهریار شاکی، و تا برنامه بعدی هم خداحافظ. به ما بگین که دوست دارین یه سری نگاه هست میگین که اینا رو برید، اینا رو برید، اینا رو برید، و اونا رو میریم میریم میریم، ولی اینا رو داریم همینجوری به ترتیب میریم و قول میدیم اونایی که شما دوست دارین هم این نگاهاشو تهیه کنیم تا چی میگن همیشه تو دادیدار بعد خداحافظ. خداحافظ.